زولیما پالاسیو مبتلا به سرطان پستانه و زمانی که بیماریش مشخص شد، تومور در مرحله پیشرفته بود. فقط یه ماه قبل من رفتم ماموگرافی و به هم گفتن همه چیز عالیه، برو خونه. در حال حاضر زولیما درمان شده و بیماری تحت کنترله. اما مسئله اینجاست که تومور در ماموگرافی استاندارد یا دو بعدی خودش رو نشون نداده بود. بسیاری از پزشکان معتقدند این شیوه پرتونگاری کارایی و اثر بخشی لازم رو برای تشخیص زودرس سرطان پستان نداره. دنبال غده سرطانی در نسج متراکم پستان گشتن مثل جستجوی خرس قطبی در برف و کولاکه و در ماموگرافی استاندارد به ندرت پیداش میکنیم. چند سال پیش FDA، اداره نظارت بر امور غذا و دارویی آمریکا، ماموگرافی سه بعدی رو به منظور بهبود کارایی تشخیصی مورد تایید قرار داد. و جنیفر هفت خوش شانس بود که تومورش در مراحل اولیه با کمک این شیوه تشخیص داده شد. تومور خیلی کوچک بود، تقریبا 8 میلیمتر و در لمس به دست نمیخورد. برای روشن شدن بهتر این تفاوت، دکتر سارا فریدوالد با مطالعه بر روی پرونده‌های بیمارستانی 500,000 نفر کارایی و اثر بخشی ماموگرافی دو بعدی و سه بعدی را مقایسه کرد. ما متوجه شدیم تومورهای مهاجم و خطرناکی که باید نگرانشون باشیم در ماموگرافی سه بعدی با احتمال بیشتری تشخیص داده میشن و در عین حال در این شیوه میزان جوابهای مثبت کاذب بسیار کم و زنان کمتری به دلیل واهی نگران میشن. دکتر فریدوالد میگه او در حین مطالعه متوجه شده که نتایج ماموگرافی دو بعدی و سه بعدی حتی در یک نفر و بر روی یک توده نیز تفاوت چشمگیری نشون میده. توده‌ای که جدار حاشیه‌اش نامنظمه و در قسمت فوقانی پستان هم قرار داره اغلب سرطانیه و اینها دقیقاً همون تومورایی هستند که در ماموگرافی دو بعدی به راحتی دیده نمیشن. نتایج این مطالعه و مطالعه مشابه دیگری نشون داده که حساسیت ماموگرافی سه بعدی در تشخیص زودرس سرطان پستان بین 30-40%. من واقعا معتقدم که ماموگرافی سه بعدی زندگی منو نجات داد. دکتر سارا فریدوالد میگه غربالگری سرطان پستان با ماموگرافی سه بعدی برای همه زنان سودمنده و امیدواره که به زودی این شیوه جای ماموگرافی استاندارد یا دو بعدی رو بگیره. نتایج پژوهش دکتر فریدوالد در جاما، مجله جامعه پزشکی آمریکا منتشر شده.